اکبر محسنی نام مستعار سید اکبر حاج محسن تهرانی است که در 1291 خورشیدی در تهران متولد شد. او آهنگساز، نوازنده عود یا بربط، تار و ویولون بود، همچنین معلم موسیقی. او رو میتونیم در زمره اولین نوازندگان عود در دوران معاصر بدونیم، دوره‌ای که در اصل عود دوباره در ایران احیا شد با توجه به اینکه پیشینش هم یک ساز ایرانی هست و آخرین سندی که به دست اومده حضور عود در ایران هولوش 5000 سال قبل از میلاد مسیح رو ثابت کرده. اکبر محسنی در یک خانواده متدین به دنیا آمد. پدرش سید حسین محسنی افسر هنگ توپخانه بود و مخالف با موسیقی و آموزش موسیقی برای اکبر. اما پس از مرگ پدر او به کمک شوهر خواهرش تونست به کلاس موسیقی بره و به شعبه موسیقی نظام وارد شد که زیر نظر دارالفنون بود و سالار معزز در اونجا ریاست شعبه رو داشت و در این مدرسه موسیقی او با خطینات آشنا شد. سازهای بادی از جمله آلتوی برنجی و ترومپت و فلوت نواخت و بعدها به تار علاقمند شد. نزد رحمت الله صفا از شاگردان موسی خان معروفی مشق تار دید و با اینکه کلاس درس استاد در میدان توپخانه بود و از منزله ایشون بسیار فاصله داشت، اما او هر روز نهار را آماده میکرد و با خودش همراه میبود و با پیاده روی طولانی به کلاس استاد میرسید و اونجا درسی میگرفت و دوباره برمیگشت. این روند را ادامه داد تا ردیف های موسیقی ایرانی رو به طور کامل از استاد خودش فرا گرفت. در سال 1315 به استخدام وزارت فرهنگ در اومد به عنوان معلم موسیقی یا هنر آموز موسیقی و ماهانه 24 تومان حقوق میگرفت. البته بعدها به کسبت استادی هم در اومد و در همون وزارت فرهنگ تدریس مشغول شد تا اینکه به عنوان معلم موسیقی برای ایرانیان مقیم عراق به بغداد فرستاده شد و این مأموریت هم به ایشون داده شد که در اونجا عود و بربط و تکنیک های اون رو فرا بگیره و بتونه در ایران اونها رو انتقال بده به هنرجویانی که علاقمند هستن و به نوعی دوباره این ساز باستان رو در ایران احیا کنه. او در عراق نزد استادان بسیار خوب این ساز از جمله جمیل بشیر، سلیمان شکور، گلخماش، وکیل و همچنین حکمت فاضل عراقی آموزش دید و تکنیک های مصری و عراقی رو جمع‌آوری کرد و بعد از 4 سال که به ایران برگشت اونها رو تدریس کرد در ایران. این سفر اکبر محسنی به 1336 برمیگرده و سال 1340 ادامه پیدا میکنه. او در هنگام تأسیس رادیو به استخدام رادیو ایران در میاد و زیر نظر علی نقی وزیری در ارکستر که به رهبری او تشکیل میشه تار باس مینوازه. بعدها در ارکستر انجمن موسیقی ملی به رهبری روح الله خالقی هم به نوازندگی و هم به آهنگسازی میپردازه. محصل این کار اثر ژاپن الهه ناز هست که با اینکه شاید به نظر برخی از اهل فن آنچنان پیچیدگی‌های هنری در این اثر موجود نیست یا به نوعی یک اثر عوام گرایانه هست، اما در خاطر ذهنی و قومی ایرانیان نشسته و به عنوان یک اثر جاویدان در موسیقی ایران شناخته میشه. البته نباید از شعر بسیار زیبای کریم فکور در این اثر و همچنین خوانندگی بسیار استادانه غلام حسین بنان و
و همچنین تنظیم روح الله خالقی غفلت کرد. او در مجموعه انجمن موسیقی ایرانی به دعوت روح الله خالقی به تدریس موسیقی هم مشغول میشه. آهنگسازی او میتونیم بگیم اولین اثرش به نام ستار و ستاره در آواز سگاه با شعری از کلیم فکور هست که توسط همون ارکستر به اجرا در میاد و پخش میشه. ما همچنین جزو اولین کسانی هست که موسیقی متن فیلم کار میکنه و آهنگسازی برای موسیقی متن فیلم فارسی های اون دوره رو برخیشون رو ایشون انجام بده. پس از تأسیس تلویزیون ملی ایران او به همکاری با تلویزیون مشغول میشه و در این دوره هم به آهنگسازی و نوازندگی میپردازه. در اواخر عمرش از ایران خارج میشه و دور از وطن در بامداد ششم مرداد 1374 متاسفانه فوت میشه. او بیش از 500 آهنگ و قطعه موسیقی ساخته که میتونیم بگیم اثر الهی ناز جزو شاهکارهای کارهای او هست که از کل این آثار اون بیشتر از بقیه در ذهن ها مونده و بزرگترین افتخار هم برای یک آهنگساز اینه که حتی یک آهنگش به این شکل در قلب ها رسوخ کنه. این آهنگ به مناسبت تولد تنها دخترش سروده شده و ساخته شده در آواز دشتی هست.